خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 8 آبان ماه 1398 و برابر است با 30 اکتبر سال 2019 میلادی. بگید ببینیم که دیروز که 7 اکتبر بود، روز جهانی کوروش، شما کجا بودید؟ ما ملت عجیبی هستیم، ملت جالبی هستیم. 2500 سال پادشاهی رو جشن میگیریم، میریم اونجا میگیم کوروش آسوده بخواب که همسایه ها بیدارن، بعد روزی به نام روز جهانی نداریم تا اینکه آخوندا میان، اونها تلاش میکنن که فرهنگ و آیین و آداب و رسوم ایرانی رو از بین ببرن و مردم تازه یادشون میفته که کوروشی داشتن، داریوشی داشتن و دنباله ماجرا رو خودتون بهتر از من میدونید. اجازه بدید از دوستانی که برنامه دوشنبه روی فیسبوک به اصطلاح می نوشتن، کامنت می گذاشتن ولی من نمی دیدم، عذرخواهی کنم و بگم که یه اشکالی در این برنامه لایو چیز هست، لایو فیسبوک، گاهی وقتی کار می کنه گاهی وقتی کار نمی کنه. همین الان اون دکمه ای که میگه دوستان رو دعوت کن یا خبردارشون کن میزنم، میگه ما چیزی نفهمیدیم. اینم خودش رو مثل ما ایرانی ها زده به کوچه علی چپ. در صورت نمیدونم، حالا امیدوارم اگه شما چیزی مینویسین من اینور بتونم بخونم و باهاتون در تماس باشم. ضمناً چند دقیقه برنامه رو شروع کردیم که چند دقیقه از اونور برنامه رو زودتر تموم کنیم. و بگید ببینیم که فردا شب که در آمریکا هالووین هست، شما چه میکنید؟ در خونه میشینید و دینگ 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 هی زنگ میزنن، در رو باز میکنید و شکلات و آب نبات به بچه ها میدید، یا اینکه فرار میکنید و میرید یا سینما یا میرید مال و اینها تا از دست این مراسم مسخره و مضحک و خطرناک جون سالم به در ببرید. و اما صحبت از هالووین شد، اگر دوستان هستند کسی ویدیویی رو که این شارلاتان نادان ترامپ در کاخ سفید مراسم هالووین گذاشتن برای بچه ها و این وایساده اونجا یه سری شکلات هرشی و اینام دستشه، هم خودش هم زن اجاره ایش، حتما میگی چرا میگی این زن اجاره ایه؟ چون این زن اگه برای پول و اجاره نبود زن این نمیشد. یک دوم، خیلی آدم خشک و بی روح و بی جونیه، نگاه کنید خنده هاش و اینها. خلاصه بچه ها میان این مردک دیوانه، اون وقتا میگفتن اگه نخوردی نون گندم اقلا دیدی دست مردم، دیدی که تو فیلم ها چجوریه اینها. این بچه ها میان به یکی شکلات نمیده، بچه برمیگرده آج و واج نگاه میکنه، بعد به اون یکی شکلات رو به جایی که بده دستش، به جایی که بذاره توی اون ظرفی که همراشه، شکلاته رو میذاره رو سرش. زن از اون احمق‌تر هم همین کارو میکنه، دوباره شکلاته رو اونم میذاره رو سرش، از رو سر این بچه میفته و این هم شده موضوع به اصطلاح دو روز گذشته اینها. ولی موضوع مهم اینه که یک لوتنت کلونل، فکر کنم میشه همون سرگرد یا میجر یا سرهنگ دو، چون میجر میشه سرگرد، بعد که میره بالاتر میشه لوتنت کلونل، بعدش میشه کلونل. کلونل که سرهنگه و یه سرهنگ دویی که اصلیتش از یوکرین هست، ولی وقتی 3 سالش بوده و اون موقع اصلا یوکرین جزو روسیه بوده، پدر و مادر این چون یهودی هم بودن، کلیمی هم بودن، بلند میشن از اونجا میان اینجا و این از همون جوانی و کودکی دوست داشته بره تو ارتش، میره تو ارتش، حتی تو جنگ مجروح شده و هنوز اون به اصطلاح ترکش اون چیزی که منفجر شده تو جاده در عراق توی بدنش هست و این آمده گفته که من به ترامپ یا به اون مسئولین خودم گفتم که اینها به اصطلاح کاری که انجام میدن درست نیست. امروز به نظر میرسه که این داره درست کار میکنه و اینجا این رو الان میزنم ببینم حالا invite friend هم کار میکنه یا نه. باز میرسه we didn't find any invite box
please click on invite button, then use invite all extension. اوکی. حالا که شما چیز نمی کنی ما هم اجباری نداریم، فقط به دوستان چون زودتر از وقت معمول شروع کردیم یک ندایی بدیم که اون رو هم شما میتونید با فالو کردن ما در فیسبوک این مشکل رو از بین ببرید. و امروز نوشته ها اینجا خونده میشه. خیلی ممنون آقای فرزاد نیساری عزیز، همشهری گرامی، و ایشون هم میگه درود کاکو سوربی، من هم به شما سلام و درود و هزار رود و صد سلام میفرستم و امیدوارم که شما رو به زودی در برنامه داشته باشیم. روز جمعه با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود و ببینیم که جمعه برنامه کانون آوا، این دوستانی که در آلبانی هستند، در اروپا هستند و سالهای سال در سازمان مجاهدین بودند ولی حالا جدا شدن، چی میگن و اصلا سازمان مجاهدینی دیگه موجود هست یا نه؟ چون سازمان مجاهدین میبینید سراغ هر کسی که میره، جولیانی، نمیدونم نوت گینگریچ، اون شهردار ساندیاگو، همه اینها سابقه های بد و یکی پس از دیگری هم در دادگاه به اصطلاح دنبال کارشون هستند. خب بگید ببینیم که آقای نیساری، شما و دوستانتون که اون نامه ها رو نوشتید و تحویل به اصطلاح سفارت های مختلف دادید، برنامه های بعدیتون چی هست و آیا نوری در این تاریکی جمهوری اسلامی میبینید یا اینکه مردم هم عادت کردند و میگن دیگه اقلا اینها هر چی میخواستن بکشن کشتن، هر چی میخواستن بدوزن دوزیدن و اگه یه نفر جدید بیاد میخواد باز روز از نو، روزی از نو. خب ببینیم که اگه شما هم مایل باشید که تماس بگیرید با شماره تلفنی که الان بهتون اینجا نشون میدم، 202-695-2573. الان که این ماوس رو کلیک کردم و یا این باتن رو دکمه رو پوش دادم و این آمد، یادم فهمیدم که الان دارن تلفن‌های جدیدی آمده که دیگه شما لازم نیست چیز کنی، با حرکت دست و اینها کارا رو انجام میده، احیانا کامپیوتر درست میکنن که و هست حتما که اونم با حرکت دست. حالا این کامپیوتر بیچاره از کجا بفهمه که مثلا من که دارم اینجوری میکنم دارم با شما دوستان صحبت میکنم یا به این میگم روشن شو، خاموش شو، تصویر رو کوتاه کن و الی آخر. آقای نیساری نوشتن پایان شب سیاه سپید است، خیلی قشنگ، خیلی درست. ولی آقای مینویی یه دفعه حرف درستی زد، گفت یادتون باشه که پایان روز سپید هم شب سیاه هست و این ضرب المثلایی که استفاده میکنیم همیشه یه قسمت منفی هم داره که باید اون رو هم در نظر بگیریم. خب اجازه بدین ما این رو خاموش کنیم، اضافیه، ولی خب شادم باز بذاریم ببینیم شما دوستان اگه میخواین چیزی بنویسین من اینجا بخونم و بگم. این آقای پرویز جرمنی هم سالهاست که با ما در تماسه و ای کاش روزی میشد با ایشون یک مسابقه چند دقیقه ای داشته باشیم، چون ایشون هم جزو کسانی هست که هر وقت اتفاقی میفته میگن که من که بهتون گفته بودم و ببینیم که حالا ایشون از آینده چی میخواد به ما بگه. ضمناً یه آقای هست به نام ناصر رحیمی، من دو تا دوست دارم به نام ناصر رحیمی، یکیش تو همین منطقه مریلنده، اون یکی دیگه فکر میکنم تو کالیفرنیا باشه. و اون آقای ناصر رحیمی یکشون مهندس ساختمون هم که اینجا هستن، یکشون توی ارتش بودن و اینها، گویا توی ارتش دستگیر شده بودن یا FBI اینجا دستگیرشون کرده و اینها. چند مدت پیش، دو هفته یه چند روز پیش ببخشید، براشون نوشتم که آقا ما که یه مدت با هم دعوا داشتیم و اینها، بالاخره من بعد از مدتی با دوستان برمیگردم سلام علیک میکنم انگار که نه اتفاقی افتاده نه چیزی، باید اینجوری باشیم دیگه، اینا مثل فامیل آدمن. و ایشون گفت که، گفتم که چیه ماجرای این دستگیری شما تو FBI و زندان آمریکا و اینها، گفت آقا یادت نیست داور اومد با من مصاحبه کرد؟ من یادم نمیاد چه سالی بوده، چون من فقط دو سال از سال 2001 تا 2003 با تلویزیون داور و رنگارنگ کار میکردم و اون موقع داور
میدونی داور یک کم لکنت زبان داره، حالا دیگه از بس صحبت کرده و فحش داده زبانش باز شده، ولی قبلا و با همه پررویش و اینا یه آدم خجالتی هست. بهتون بگم شما اگه وایسی تو روش بخوای صحبت کنی نمیتونه اصلا تو چشم شما نگاه کنه و صحبت کنه. حالا بماند اینا شخصیت های هر کسی هست اینا، ولی وقتی که من و 21 نفر دیگه در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتیم و اون موقع تلویزیون رنگارنگ به همین خاطر که صاحب تلویزیون برنامه نداشت و یه چیزی جدا بود از تلویزیون های دیگه، هیچ کس نمیگفت تلویزیون داور، میگفتن تلویزیون رنگارنگ، و واقعا رنگارنگ بود، از علی سرشار شاه اللهی تا دیگران تا منی که مخالف سلطنت هستم و طرفدار جمهوری هستم اونجا برنامه داشتیم، و به خاطر همین تنوع و رنگارنگ بودنش جالب بود. و اون زمانی که من اونجا بودم من یادم نیست که داور رفته باشه و خودش مصاحبه ای انجام داده باشه، معمولا یا به من میگفت یا به آقای انواری میگفت یا به ببانی میگفت و یکی از ماها میرفتیم. من معمولا از این مصاحبه با دیگرانم در میرفتم، چون من بهشونم میگفتم من این طرف رو نمیشناسم. و یادم مثلا اون آقایی که کتاب همه مردان شاه رو نوشته بود آوردن میخواستن مصاحبه کنن، اون کسی که قرار بود باش مصاحبه کنه اون دیگه انگلیسیش از منم بدتر بود، بعد اینا من گفتن آقا تو رو خدا بیاد باش مصاحبه کن، ما هم نشستیم و دو تا کلمه مصاحبه کردیم و اینها، و دو بار با ایشون هم مصاحبه کردیم، حتما برید ببینید، فکر کنم استیون کینگز هست اسمش، حالا بنویسید با فارسی بنویسید تمام مردان شاه یا به انگلیسی بنویسید، چون این کتابش آقای رضا بولاغی اگه اشتباه نکنم کتاب رو ترجمه کرده به نام تمام مردان شاه، ولی اصلیش همون آل شاز من هست. یا خلاص بگذاریم، هالووین جشن سنت ایرلندی است، ترامپ چرا جشن گرفته؟ خب حالا بد نیست که اولا از روزی که من اومدم آمریکا که 34 سال 33 سال قبل میشه اینجا هالووین بوده و یکی از پرفروشترین جشن ها هم هست، چون هم لباس می فروشن هم ماسک می فروشن هم براسم می زنن این بر اون بر، هم خود ما ایرانی ها خیلی از آمریکایی ها هم آتیشمون داغتره، و اینجا چون آمریکایی ها خیلی خرافاتی هستن، حقیقتا چون خرافاتی هستن میگن به این وسیله ما ارواح خبیثه رو از زندگیمون بیرون میکنیم. من همین الان که باهاتون صحبت میکنم این خونه روبروی ما از 10 روز پیش پشت درش یه مش چیزای بادی زده، شب روشن میشه، یه مش پرده های تیکه های پارچه سفید آویزون کرده به درخت که شما شب که نگاه میکنید توی تاریکی فکر میکنی اینا روح هستن، چون بادم میاد اینجوری جوری میشه و اینها. و خلاصه ماجرا اینه و کسی هم فکر نمی کنم بتونه چیزایی رو که فروش دارن و اینها اینجا سنت شکنی کنه و از بین ببره. اگه یه نفر لینکی بفرسه، این سعید اگه باشه یا خوشنودی اگه باشه این کار رو انجام میدن، لینکی بفرسه که ما بدونیم در مثلا پارسال هالووین چقدر پول جابجا شده، این جابجایی پول در اقتصاد کمک میکنه، این یکی شغل داره، این یکی اوبر رانندگی میکنه، مسافر رو میبره جشن، توی جشن اون رستوران مشروب میفروشه، اون رستورانی که مشروب میفروشه و خوراک میفروشه 4 نفر رو اون شب اضافه تر استخدام میکنه، بارتندر و باسبوی و فلان اینا، همین جور این پول میچرخه. متاسفانه کشورهای اروپایی و حتی ایران یکی از مشکلات بزرگشون اینه که از بس به اصطلاح ترس در وجودشون هست همیشه به ما یاد میدن یه پولی رو که در میارین پسنداز کنید. پولی رو که شما پسنداز میکنید یعنی یک بار دو بار سه بار این پول چرخیده، حالا آمده یا تو خونه شما پارک شده یا تو خونه بنده پارک شده یا توی بانک نگه داشته میشه. این کار نمیکنه. یه جوکی هم بود در رابطه با اینکه یه آقای گویا یک خانم به اصطلاح فاحشه ای رو بر میداره میره هتل و نمیدونم یه پولی میده و این پولی که میده اینجوری میشه، اون پول اونجوری میشه، اون پول بدهی اون میده و اینها، و باز پول بر میگرده به دست این آقا وقتی بر میگرده سر کارش اینها. خلاصه میگفتن این گردش کرنسی یعنی پول و اقتصاد
اینجوریه. و توی آمریکا من عجیب میبینم که شما یه وقت میبینید هیچی نمیخوان، واقعا هیچی احتیاج نداری، ولی آگهی که میاد، این کاغذهایی که چاپ میکنن میاد در خونتون، خودتون که میرین فروشگاه، مخصوصا این تارگت و والمارت معروفه، میگن شما میری مثلا میخوای یه چارجر بخری برای تلفنت، ولی 10 تا چی دیگه میخری با خودت میاری بیرون. و اینها بلدن چجوری این رو انجام بدن. خلاصه در رابطه با اون آقای کلونلی که دیروز و امروز رفته شهادت داده، میشه گفت ابلهان جمهوری خواه که در مجلس هستن و در سنا هستن، اینها چون چشم خودشون رو بستن و دنبال منافع خودشون هستن، یا میشه گفت چشمشون نبستن، منافع خودشون رو ترجیح میدن بر منافع دولت آمریکا و مردم آمریکا، اینا طرفداری از یه شالاتانی میکنن که میدونن سر تا پا دروغه، سر تا پا کارهای غیرقانونی میکنه. بیش از 13,000 دروغ در کمتر از 3 سال تا حالا گفته که به ثبت رسیده و هست. برید بنویسید روی گوگل که چقدر ترامپ دروغ گفته و میبینید. و اینها با این آقایی که وطن پرسته، از روی وطن پرستی، از روی دلسوزی آمده و میگه این کاری که ترامپ کرده درست نیست، در افتاده که این یک یهودی جاسوس اینجوره اونجوره. حالا ببینیم چی میشه. ولی فردا که پنجشنبه هست، این ماجرای استیضاح ترامپ یک قدم دیگه، قدم قانونی جلو میره. یادتون باشه این هنوز استیضاح نیست، این کوئری مثل درخواسته، مثل تقاضا هست. فعلا تقاضای استیضاح هست، می نویسن بر اساس این مدارک تا بعد بیان رأی بدن. اگه رأی دادن و میرن دنبالش، میگن به احتمال زیاد این استیضاح میشه در مجلس، در همون مجلس شورای ملی، مجلس نمایندگان که حدود 500-600 نفر نماینده داره، ولی در مجلس سنا میگن اونجا تبرئه میشه. همون ماجرایی که برای کلینتون پیش اومد. و در تاریخ آمریکا تا حالا 3 نفر ایمپیچ شدن که دومیش اون کلینتون بود. اون نیکسون هم قبل از اینکه اصلا ایمپیچ بشه استعفا داد و رفت، و یکی دیگرش هم مثل که مثلا 100 سال پیش و اینها بوده. در صورت میگن حالا ممکنه ترامپ اولینش باشه. و از دیروز ترس و نگرانی در جی او پی یا جمهوری خواهان، حزبشون ریشه گرفته بود که ممکنه اینها هم مجلس سنا رو از دست بدن، هم کاخ سفید رو، یعنی هم رئیس جمهور دموکرات بشه هم مجلس سنا رو، چون ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها دارن خیلی دیگه به اصطلاح زور میگن، خیلی دیگه نامردمی میکنن. بله، میگه که منظورم به مخالفت ترامپ با خارجی هاست، ایرلند هم آمریکایی نیست مگه نه؟ ببینید ترامپ یک عقده خودکمبینی داره در برابر کشورهایی مثل نروژ و مثل ایرلند و مثل چیز، بعد از اون ور یه عقده خودبزرگبینی داره در برابر کشورهای جهان سوم و میدل ایست و آسیا و اینها. اینه که شما نمیتونید اصلا به یک آدمی مثل ترامپ، ترامپ یک کسی که الان آفتابه میاد میگه آفتابه، یه دقیقه دیگه میگه بارونه، یعنی این یک آدم چی بگم انستیبل، یعنی یک آدمی که پایدار نیست، حرفاش نمیشه بر اساس حرفای این چیز کنی. حالا این ماجرایی که اصلا این نمیدونه ریشه این ریشه این جشن ها چیه، اصلا اهل خوندن نیست. همین ماجرای ایمپیچمنت اینکوئری 8 صفحه است که پلوسی و دیگران به اصطلاح اینو تهیه کردن و دیشب مسخره میکردن، میگفتن اینو کردید 8 صفحه که ترامپ نتونه بخونه، یعنی این مردک شالاتان در عمرش تا حالا 8 صفحه نخونده. و میبینید که حتی رفته درست مثل برنامه شاه که شما نمیتونید دیپلمشو پیدا کنی از مدرسه روزه سوئیس، شما نمیتونید نمره ها و مدارک تحصیلی این شالاتان رو از دانشگاه ها بگیرید. یه برنامه رو دیدم از آقای فرامرز دادرس. آقای فرامرز دادرس آدم جالبی هست، چون در
رژیم شاه خدمت کرده و ارتشی بوده و فکر کنم جزء گارد جاویدان بوده و اینها، یک ارادت خاصی به شاه داره. ولی چون حالا اروپا زندگی میکنه، فرانسه زندگی میکنه، چشم گوشش باز شده با دنیا، با دموکراسی، مخالف رضا پهلویه، ولی باز هم میبینید که نمیتونه. یعنی اینها چون تو ارتش مخصوصا بودی، ارتش میگفتن نه نداره، همش باید بگی بله قربان. حالا تو ایران نمیگفتن یه سر یه سر، ولی کلا میگفتن ارتش چرا نداره. و دیدم یه ویدیوی رو به مناسبت 100مین سال تولد محمد رضا پهلوی و به خاطر این موضوع کشته شدن ابوبکر البغدادی و اینها تهیه کرده، طبق معمولم با سند با مدرک و اینها صحبت میکنه. ولی یه دفعه اونجایی که رسید به شاه، بعضی ها میگن اینجوری بوده دکترا داره، اینجوری بوده اونجوری بوده، بعضی ها میگن دیپلم نداره، زد به صحرای کربلا و مثل آخونده دلیلای بی خود آورد که آقا این 85 سال پیش 100 سال پیش شاه رفته مدرسه، اون موقع نمیدونم کلاس دوم ارزش دیپلم داشت. عزیز من، اون موقع ما دکتر داشتیم، آقای مصدق دکتر بوده، دیگران دکتر بودن، وزیر بودن، وکیل بودن، دیپلم داشتن، مدرسه داشتن، دانشگاه داشتن، این مزخرفات چیه که شما ها میگید؟ یه جا قبول کنید بابا، من آقای دکتر ناصر انقطاع رو آوردم توی برنامه، ایشون تاریخ دانه، ایشون مطالعه کرده، تحقیق کرده، ایشون گفت که شاه دیپلم نداشت، ایشون گفت شاه شخص ترسوی بوده. آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور رو آوردم تو برنامه، ایشون گفت طبق این تاریخ ها شاه نتونست دیپلم بگیره، شاه رو از مدرسه روزه استخدام اخراج کردن، حتی فرستادن یه مدرسه دیگه. ماجراهاشو برید یکم تحقیق کنید. گفتم آقا شما که تو فرانسه هستید، ما این شرط رو به یکی از دوستامون بستیم، ایشون قرار شد بره. عکس سالی که آقای محمد رضا پهلوی از مدرسه دیپلم گرفته با عکسش بفرست، نتونستن، نیست، وجود نداره آقا، به قول شمالیا وا بدین. اینم از این. خب و اما درباره اون جاسوس و یهودی و اینها گفتیم، اسم این هست کلونل ویندمن. و اما آتش سوزی در کالیفرنیا که مجبور شدن به خاطرش گاز و برق رو قطع کنن، و پریشب بود که این آقای آرنولد شوارتزن اگر که اینا بهش میگن آرنولد شوارتزن اگر، من میگمش آرنولد خره، چون اومده بود اینجا عکس گرفت و پول عکساش هم نداد به این دوست ما. و بعدم میدونید که این با وجودی که خودش جمهوری خواه بود، با یکی از زنهای خانواده کندی، شرایبر یا فامیلیشو شرایبر هست، ازدواج کرد و اون دموکرات دموکرات، این ریپابلیک ریپابلیک. بعد چند سالی هم فرماندار کالیفرنیا بود و این تو این برنامه که داشت صحبت میکرد راجع به ازدواج دخترش و اینها، تعریف کرد که یه زمانی در کالیفرنیا، شما باورتون میشه همین الان که همه دارن میگن همه جای کالیفرنیا میسوزه، از سال گذشته هنوز کمتر داره میسوزه، با وجودی که 26 میلیون نفر به اصطلاح این آتش سوزی یه جورایی بهشون ضرر میزنه، حالا یا خونهشون رو ول کنن یا باید یه کاری کنن و اینها. و خود کالیفرنیا اگه اشتباه نکنم حدود 35 میلیون نفر هست، 26 میلیون نفر خیلیه. و آقای نیساری میگه منظور شما این هست که حاج محمد هم مانند پدرش بزدل بوده. آقا اذیت نکن، این شاه الله‌ها رو به جون ما ننداز، ما خودمون بنزه کافه درصد درست میکنیم. بله، شاه شخص ترسوی بود، ترسو بودن، حقیقت شو بهتون بگم، شما نگاه کنید بچه که هستی از هیچ نمیترسی، با دو چرخه میری با سرعت، همه میگن آقا اینجا شنه، تق میخوری به دیوار. بزرگتر که میشی رعایت میکنی، بزرگتر که میشی میترسی، حتی بچه‌ت 90 میخواد سوار چرخ بشه، شما قلبت همینجوری میزنه تا این بیاد وایس چرخشو بذاره بیاد داخل. ترسو بودن اشکالی نداره، دروغگو بودن اشکال داره. آقا من ترسو هستم، اگه ترسو نبودم ایران وای میسادم، ولی اگه دروغ گفتم بیام بگم آقا من خیلی با شهامت بودم، به خاطر شهامتم از ایران فرار کردم، این دروغگو بودن.
با ترسو بودن همش دیگه همه چی رو خراب میکنه. شاه البته که آدم ترسویی بود، شاه ساک به دست میگفتن، ساکش چمدونش آماده بوده. حالا این کلمه ساک چیه؟ تو ایران به چمدون میگفتن ساک، ساک تو بردا بیار اینجا. خلاصه این که معروف بود، همه میدونستن تا تقی به توق میخوره، دری به دیواری میخوره، این فرار میکنه میره، حالا یا خواهرش با این اون زده بند کنن یا دولت‌های آمریکا و انگلیس زده بند کنن، و این آخری هم باز امیدوار بود برگرده. و جالب اینه که اینا که امیدوارن برگردن، اون خانم فرهم میدونه که دیگه برگشتی نیست و اون همه جواهرات و اسباب و اساس رو با خودشون میبرن. و اینا چیزی به اون صورت تو ایران نداشتن، جنوب فرانسه نمیدونم خونه داشته باشن، فلان جا جزیره داشته باشن و اینها. و یکی از بدبختی‌های دیکتاتورها اینه که اونا به مردمشون اطمینان ندارن، و چون خودشون آدمای بدتینتی هستن فکر میکنن مردمم به اینا اطمینان ندارن، حتی پولاشون هم تو اون کشور نمیذارن. شما از قذافی گرفته، از صدام گرفته، از همون کوفتی کی بود مال فلسطین، این عمار بهش میگفتن، چی بهش میگفتن، اینا همشون پولاشونو میبرن خارج. و خود خارج هم که انگلستان باشه، فرانسه باشه، آمریکا باشه، کشورهای آلمان و اینا باشه، اینا میدونن، خوششون میاد که اینا پولا رو میارن اینجا، بعد یه مدت اینا از بین میرن و اینها ردی هم از خودشون باقی نمیذارن، پولا میره تو دست اینا. از هیتلر گرفته طلاها و پولایی که داشته تا همین، تا همین آقای چیز که تازگی کشتنش بگید، ابوالبکر بغدادی، اینها پولاشونو تو کشور خودشون که نگه نمیدارن، توی این بانک و توی اون بانک، بهش میگن شل گیم، قایم میکنن و اینجوری. ولی درست میگی، بله، میگن که ساک واژه فرانسوی است. ساک نام یه آش در شهر گرگان ایران هم از خیلی ممنون. ساک در انگلیسی معنی بعدی داره، البته هر چیزی رو میدونید و وقتی یه جوری دیگه استفاده کنید به اصطلاح معنیش اونجور میشه. خب ترامپ و همسر اجاره‌ای و هالووین که روی سر بچه به اصطلاح شکلات و آب نبات میریزه، بهتون گفتم که جمعه 12 ظهر با کانون آوا خواهیم بود. ضمناً متوجه شدم که از دیروز پریروز گویا در اروپا ساعت، این ساعت عوض کردن، مثلا فرامرز دادرس راجع به ساعت عوض کردن خیلی قشنگ صحبت میکنه با منطق، و اونم مثل من میگه من هم از روز اول از این تغییر ساعت دل خوشی نداشتم، و میگه این مال موقعی بوده که نیروگاه ها و اینها جنراتور بوده و برق و دیزل و اینها، الان که راکتور و اتم و اینها هست دیگه اینا مهم نیست. بعد تازه میگن میخوایم نمیدونم برق صرف جویی کنیم، میخوایم از روشنایی بیشتر استفاده کنیم، باعث بیماری و افسردگی عده‌ای میشن. بعد دامدارا داماشون مثلا اون گاو و گوسفند و اینها اونا مشکل پیدا میکنن و الی آخر. در هر صورت الان اختلاف ساعت ما با ساعت شما دوستان در اروپا، به جای 6 ساعت شما از ما پیرتر و با تجربه بودن، شما 5 ساعت جلو هستین تا روز یک شنبه 3 نوامبر. بله 3 نوامبر صبح یک شنبه اینجا هم ساعت رو 1 ساعت میبرن عقب، دوباره ما 6 ساعت از شما جوانتر، کم تجربه تر، و شما 6 ساعت از ما جلوتر و با تجربه تر هستید. بهتون نمیگم پیرتر هستید که ناراحت بشین. و اما بیان ببینیم که اینجا چی گذاشتیم، چی نوشتیم، بخونیم و بدانیم و آگاه شویم. گفتم بهتون جمعه با آقای امیر حسین لادن هستیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های دیگران رو پخش کنید. و امروز دیدم که آقای سعید کابوسی یک ویدیویی رو از یک آقای خواننده بوشهری به نام سعید شنبه‌زاده، حتما با این خواننده آشنا هستید، اولی که از ایران آمد بیرون چند تا کنسرت این برانور اجرا کرد، خیلی سر و صدا برپا کرد، کسی بود که با این لنگ های حمام که توی بوشهر و اینها معروف، اینها میپوشن به خاطر گرما، و اون
چی میگن این مشکی که بادش میکنن، ساز ساز همبونه، یه چیزی اینجوری با اون آهنگای قشنگی میخوند و اینها. و گویا ایشون در فیلمی هم از آقای بهرام بیضایی شرکت کرده و هنرپیشه هم هست. من این رو روی فیسبوک گذاشتم، حالا از روی فیسبوک براتون چند دقیقه چند لحظانیش رو نشون میدم و شما، من حقیقتش متوجه نشدم که ایشون چه فیلمی رو میگه، چون من فیلمای ایرانی رو دنبال نمی کنم. و گویا آقای بهرام بیضایی از حرفایی که ایشون بیشون میزنه، بهرام بیضایی یک فیلمی ساخته راجع به سیاه خان و سیاه بازی و اینها، و ایشون میگه که این کار کار درستی نیست. حالا شما به اسم نمیدونم کوروش و داریوش و تاریخ ایران و اینها، اینجا میگن وایت واش. وایت واش همون ماسمالی خودمونه، ماسمالیش نکن. این هر وقت یک کلمه انگلیسی زودتر میاد توی مغز من، یادم میفته که یه معلمی داشتیم راجع به انگلیسی و اینا، گفت هر وقت خواب دیدین و صبح که بلند شدین دیدید که اون خواب رو به انگلیسی دیدید یا به آلمانی دیدید، اینها نشون میده که اون موقع انگلیسیتون بهتر از فارسی شده یا آلمانیتون بهتر از فارسی شده. این رو هم بگم. و اون معلمی بود که روز اول بنده خدا از سر کار آمده بود به ما مجانی درس یاد بده و میگو من نهارم نخوردم، یه موز برداشتم ولی این موز رو نمیخورم قبل از اینکه برای شما یک نمایش تلفن، اون وقتا تلفن‌ها اینجوری بود، شکل موز بود، الو و چجوری و اینها. که بعد گفت که بله در آمریکا به ما میگفتن گوشی رو که برمیدارید همون سلام کنید، هلو یا هلو، بعد بهشون بگید که مثلا اینجا منزل سربی هست و خودتون رو هم معرفی کنید. گفت البته الان، حالا کی، 34 سال پیش، میگه البته الان انقدر دنیا ناامن شده که این کار رو نباید انجام بدید و شما فقط بگید هلو، اون بهتون میگه که اون کیه، چه کار داره و الی آخر. این معلم ها، حتما شما هم معلم های هستن یا بودن در زندگیتون که اینها روی مغز شما اثر گذاشتن. من همیشه گفتم مثلا این آقای حکیم لایی که معلم جغرافی ما بود و یه آقایی بود به نام آقای نظامی که همیشه هم برای اون شعر میخوند و اینها، یکی در دبیرستان و یکی در دبستان، اینها همینجوری رو مغز ما موندن. یا آقای داشتیم به نام آقای افلاطونی، این معلم انگلیسی بود و همیشه مست بود، آدم خیلی خاکی بود ولی به خاطر به اصطلاح مشکلات زندگی و اینها، اینا رو ما هیچ وقت یادمون نمیره. آقای گلشنی بود، معلم ریاضیات بود، این خیلی اصرار داشت که ادای لاتا رو در بیاره با وجود که آدم کوتوله‌ای بود و خیلی پیر بود، همون موقع میخواست به ما جوونا بگه که مثلا اگه اذیت کنی من میزنمتون فلان اینها، و اونم کاراکتر مخصوصی بود. در صورت یاد همه این معلم ها بخیر. ممنونم از آقای سعید کاووسی که بعضی وقتا ویدیوهای خوبی برای من میفرسه و ببینیم با هم دیگه این سعید شنبه‌زاده رو در رابطه با آقای بیضایی. و حقیقتش من متوجه نشدم این آقای شنبه‌زاده از یه طرف اون آقای بیضایی رو تهدید میکنه که من چنین میکنم چنان میکنم، از یه طرف خودش میگه اقرار میکنه که اینا هیچ به اصطلاح خدشه‌ای بهشون وارد نمیشه. ببینیم. سلام خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، تمام همتونه عزیز ایرانی که در سراسر جهان زندگی میکنن، داخل ایران زندگی میکنن، تو کشورمون ایران که بقولا دادرسی نیست و همه اقشار از زن، مرد، بچه و بزرگ و کوچیک حتی فشار، یکی اقلیت مذهبی هن، یکی اقلیت دینی هن، یکی بهایی هن، یکی همه مورد ظلم و ستم هن. نمیشه بگی و منم آدمی نیستم که بخوام نقش مظلوم بازی بکنم و نقش از این ادا اصولا در بیارم و حوار بکشم و کمپین درست بکنم و اینا. مستقیم دارم با بهرام بیضایی صحبت میکنم که مدعین و افرادی که حمایت میکنن از خب اینو بعد میتونید خودتون برید دنبال کنید ببینید
خیلی جالبه با همون لهجه شیرین بوشهری و اینها، و کارای هنریش هم کارای قشنگی هست به اصطلاح فولکلوریک، و اونا رو ببینید. ولی ایشون میگه من نمیخوام کمپین درست کنم، مستقیم با خودش صحبت میکنم، ولی آمده و ویدیوش رو گذاشته در فیسبوک، در شبکه اجتماعی، که یه جورایی به اصطلاح زد و نقیزه اون چیزی که میگه. شما اگه این موضوع رو میخواستید با خود آقای بهرام بیضایی بگید، این ویدیو رو برای اون میفرستید. یه چیز دیگه که من متوجه نشدم چرا دوستان این کارو میکنن، و این رو میشه گفت از اون کامران قاطری شروع شد، اون کسی که دیوانه ای که به خاطر مشکلات فرهنگی و اینها بلند شد بود پیاده را افتاد بود بره ایران و رفت و برگشت و اینها، اصلا آخوندان محلم بهش نیذاشتن، ارزش بازداشتم نداشت، که یه دوربین رو میذارن حالا رو کیفشون یا روی دستشون و فیلم برداری میکنن. دیدم یه آقایی هم اینجا این کارو میکنه. یعنی به شماها میگن که شماها ارزش این رو ندارید که من چند دقیقه وایسم یا بشینم یه جایی و برای شما یه فیلم تهیه کنم. من همین را که دارم میرم سوار اتوبوس بشم، این 10 دقیقه چون کسی نیست باهاش صحبت کنم، برای شما فیلم میسازم. به نظر من این کار بسیار زشتی از طریق آقای سعید شنبه‌زاده انجام شده. در هر صورت نظر شما هم به اصطلاح میشه قابل شنیدن باشه و شما هم نظر خودتون رو بگید. این نظر منه دوستان. بارها گفتم قرار نیست ما همه با هم هم نظر باشیم، قرار نیست ما همه موافق هم دیگه باشیم. چند روز پیش با یه دوستی که با اونم چند مدت صحبت نمی کردم صحبت میکردیم روی همین فیسبوک و اینها، و اون بنده خدا هم گفت که 24 بار رفته بیمارستان و 4 تا جراحی بزرگ داشته و اینها. بهش گفتم آقا این زندگی کوتاهه، ارزش این نداره که من و شما برای شاه و شیخ که اونا هیچ کدومشون نه مردمی بودن نه دلشون به حال مردم میسوزه، بیایم اوقات خودمون رو تلخ کنیم. اینها میان و میرن، اون چیزی که باقی میمونه من و شما هستیم. پس بهتره مواظب سلامت خودمون باشیم، و حالا یه روزی هم فرصت کنن میرن بهشون سر میزنن. خب اینم سعید کاووسی و سعید شنبه‌زاده در برنامه باره برنامه به بهرام بیضایی. اگه کسی میدونه که اینها در باره چی صحبت میکنن، بهرام بیضایی چه فیلمی ساخته و اینها، به ما هم بگه. من یادم چند مدت پیش یک کارگردان ایرانی خیلی معروف فوت شد و همه آه ناله فلان نا. ما گفتیم خب ببینیم این فیلماش چی بوده. باور کنید من 2 تا فیلم از این دیدم، الان اسمش هم یادم نیست. انقدر بی‌معنی، یه ماشین رو تو این تپه‌های دوربر تهران و نمیدونم این گچ سازی چی میگفتن، کوره های آجر فشاری اینا، هی از بالا هی از پایین، آخه چی میخوان اینا بگن من نمیدونم، یا من شعور ندارم نمیفهمم. احتمالا شما شعورتون بهتره، لذت ببرید. در اصل اینم از این، یا نمیدونم، من بعضی از این فیلم های آمریکایی نگاه میکنم تو نیم ساعت 10 تا موضوع، 10 تا موضوع به اصطلاح سوشال تاپیک، موضوع اجتماعی رو باز میکنه، بهش به صورت طنز مزه میپرونه. میگه من حتی برای آقای منصور تایید نوشتم یکی از بهترین روش ها برای آگاه کردن مردم اینه که از طریق جوک و طنز و کمدی و اینها با مردم صحبت کنیم. مثلا همین 200 سالگی باب رو که ایشون ویدیو ساخته بود اینها، خب وقتی ایشون صحبت میکنه یک کسی اگه میگه چرا اینا تو اسرائیل هستن، ایشون تو اون گفته که آقا اینا وقتی رفتن اونجا اسرائیل نبوده، فلسطین بوده. ولی خود ایشون خیلی قشنگ جایی رو که میخواد بگه فلسطین رو اشغال کردن، خودش رو ساکت میکنه. میدونید که بهایی ها دینشون مذهبشون میگه شما تو هر کشوری هستید برخلاف اون کشور نباید چیزی بگید. اوکی؟ اینو داشته باشید. حالا تو ایران که هستن برخلافش میگن، برخلافش عمل میکنن، تبلیغ میکنن اینها، ولی اگه ازشون سوال کنی آقا شما چرا تو اسرائیل چیزی نمیگی، جوابی ندارن. ولی اینو برنامه همین آقای منصور تایید رو که ما هم نشون دادیم، هم روی مردم تیوی هست،
هم روی یوتیوب گذاشتیم و ببخشید روی بالاترین و توییتر و فیسبوک، برید ببینید درباره دویستومین سالگرد تولد باب، خیلی جالبه. از اون بر دویستومین سالگرد بابه، از اون بر صدومین سالگرد محمد رضا پهلویه. ما همش داریم مثل شم دنبال دور این مرده ها میچرخیم، ببخشید مثل پروانه دور این مرده ها میچرخیم. حالا این شم اقلا نور داره، گرما داره، ولی خب خطرم داره، ممکنه بسوزیم، ولی اینا خطری ندارن. خب من خبرها رو براتون گذاشتم توی یک پوشه، توی یک فولدر، با هم بریم و این فولدر رو نگاه کنیم. میگه جنبش باب، شورش دهقانی یا جنبش آزاد اندیشی. ببینیم که بی بی سی در این مورد چی میگه. میگه که جنبش باب یکی از مهمترین جنبش‌های تاریخ معاصر و یکی از ناشناخته‌ترین آنهاست. گویی که آثار فراوانی درباره آن نوشته شده است، اما عده‌ای از این نویسندگان خواستند اثبات کنند که علی محمد ملقب به باب قائم آل محمد بوده و عده‌ای دیگر با استناد به حدیث و روایت این ادعا را باطل نامیدن. برخی از نویسندگان با تمایلات چپ جنبش باب را قیامی دهقانی نامیدن، عده‌ای هم بابیت را دست پخت روس و انگلیس معرفی میکنن. آرمین اشراقی در این باره برای صفحه ناظران نوشته است. این ریشه های جنبش باب، نظریات باب به دربار و روحانیت، و مقاله نسبتاً طولانی هست، بخونید. اینجا هم جشن‌های دویستومین سالگرد 2019 بهایان جهان 7 و 8 آبان امسال، یعنی دیروز و امروز، برابر با 29 و 30 اکتبر دویستومین سالگرد تولد علی محمد باب را جشن می‌گیرند که متولد شیراز بوده. این باب که فامیلش نبوده، پس شما باب نیستید. علی محمد هرچی که فامیلش بوده، باب یعنی به عنوان در، به عنوان دروازه، حالا یا خوشبختی یا دین یا هرچی. مسئله جهاد و علت سرکوب بابی ها، گسترش جنبش باب و پیامدهای آن. این من فقط سرتیترا رو خوندم و این رو هم بهتون نشون میدم که اگر خواستید و جایی بودید تشریف ببرید و جشن بگیرید یا یاد بگیرید از این دوستان بهایی. خب جشن های دویستمین سالگرد، و این رو هم از bahai.org، این پایین هست bahai.org، اونجا میتونید به اصطلاح به رادیوهای بهایی و اینها و تلویزیون ها و برنامه هاشون دسترسی پیدا کنید. و اما چه خبر از ایران؟ حالا بگو چه خبر از لبنان؟ لبنان میدونید که یک به اصطلاح پرایم مینیستر داره، یه رئیس جمهور داره. حالا گویا تظاهرات مردم باعث شد که اون الحریری که اگری ان کلوز، بله لبنان، از شادی شبانه معترضان تا واکنش محتاطانه ایران به استعفای حریری. حریری نمیدونم این برادرشه یا پسر اونیه که چند سال پیش کشته شد و اینها. تو اون منطقه هم انقدر میکشن، انقدر خودشون یکدیگر رو میکشن که دیگه کسی براش مهم نیست. اون مرده که یاسر عرفات بود که رفته بود یه زنی گرفته بود، زن نسبتا جوانی، و تمام پولاش رو به اسم اون زنه کرده بود، که حالا بعضی ها میگفتن حتی اون زنه ممکنه سمش داده باشه. گفتم بابا دیگه قد خر سید احمد سن داشت، 70-80 سال هم داشت، چقدر سن داشت. در پی استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در شامگاه سه‌شنبه دیشب 7 آبان تظاهر کنندگان مخالف دولت در حالی که پرچمهای لبنان را در دست گرفته بودند به خیابانها آمدند و به شادی پرداختند. معترضان سقوط دولت ائتلافی حریری را تحقق یکی از خواسته های خود و یک پیروزی برای جنبش 17 اکتبر قلمداد کردند.
این در حالی است که به نظر نمی‌رسد وقایع روز گذشته تأثیری بر خواسته‌های آنان گذاشته باشد. عصر سه‌شنبه شماری از کسانی که گفته می‌شود هواداران گروه‌های شیعی حزب الله و جنبش عمل با حمله به چادرهایی که تظاهر کنندگان ضد دولتی در خیابان‌های بیروت برپا کرده بودند، آنها را با آتش کشیدند و مخالفان را با باتون مضروب کردند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هفته گذشته گفته بود که تظاهر کنندگان توسط دشمنان خارجی حمایت مالی می شوند و در حال اجرایی کردن مقاصد آنها هستند. بنا به گزارش‌ها هنگام درگیری‌های روز گذشته پلیس در حمایت از معترضان و چادرهای آنان وارد عمل شده است. با این حال گزارش شده است که پاره ای از مناطق مقامات انتظامی توانایی کنترل اوضاع را از دست داده بودند. حالا ببینیم که چی میشه. جالب اینجاست که خامنه ای واکنش نشون داده در رابطه با لبنان و یه جای دیگه هم فکر کنم پاکستان هم الان میخواد شلوغ بشه و پاکستان این آقایی که الان شده رئیس جمهور، این گویا مادرش یا ایرانی بوده یا پدر مادرش ایرانی بوده و در دیداری که از ایران داشته گفته یکی از به اصطلاح ناراحتی های من اینه که چرا فارسی بلد نیستم صحبت کنم. واکنش خامنه ای به تحولات عراق و لبنان گفته برای کشور ما هم از این فکرها کرده بودند و میگه علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه در واکنش تحولات اخیر عراق و لبنان گفت که دشمنان تلاش میکنند امنیت را از برخی از کشورها سلب کنند. خامنه ای همچنین گفت که آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول کشورهای مرتجع منطقه دارند آشوب به پا میکنند. دیدید که مثلا این ترامپ نادان قشنگ گفت که ما نیروهای سوریه و اینها رو میبریم کمک بشه به عربستان، حالا یا در عراق مستقر میکنیم یا در خود عربستان، و خبر خوب اینه که پولشو به ما میدن. یعنی این همه چیزای زندگیش پول هست، پول هست، پول هست. ولی خیلی خوشحال شدم وقتی که اون روز رفت اینجا و این عادت کرده بره جایی که همه طرفداران کم سوادش هستن، اونجا داد و فریاد میکنن و اینم خوشحال میشه. نرفته بود جایی که زمینش سفت باشه و محکم باشه. وقتی رفت اینجا بیسبال هوش کردن بو بو و بعد شعار میدادن که لاکیم اپ. یک اینجا میگن چند، یه شعاری رو که خود این و اون فلین سرهنگ نادان را انداخته بودن که میگفتن، فریاد میزدن که هیلری کلینتون رو دستگیر کن، حالا شعار برگشته. به قول آمریکایی‌ها میگن داره خودشونو هانت میکنه، خودشونو شکار میکنه. و حالا مردم فریاد میزنن، آدمای کمی نیستن تو این مسابقه بیسبال واشنگتن، و ویدیوهای زیادی الان اومده که از مردم میخواد هر جایی که میتونید فریاد بزنید و به این شارلاتان بگید که تو پرزیدنت ما نیستی، کسی که 3 میلیون رای کمتر آورده. اونجایی هم که رأی آورده گویا فیسبوک به کمک روسیه به اصطلاح دخالت هایی کردن که مردم اصلا بعضی هاشون خبر نداشتن به کی دارن رأی میدن. بماند، رأی تموم شد. باشید آماده برای سال 2020، سعی کنید که حتما رأی بدین. بارها این و اون گفتن حالا ناراحتی فایده نداره، اگه میخوای 4 سال دیگه هم این شارلاتان با زن و بچه و نمیدونم افراد فاسد فامیلش توی وایت هاوس یا کاخ سفید نباشه، حتما هم خودتون رأی بدین، هم سعی کنین دوستان و خانواده رو تشویق کنین که اونها هم برن و رأی بدن. توافق آمری و صدر برای برکناری عبدالمهدی از نخست وزیری عراق. پس لبنان اونجوری، یادتون باشه لبنان و بیروت اون وقتا میگفتن پاریس
خاورمیانه و تمام این عربا برای که تو کشورهای خودشون نمیتونستن مشروب بخورن و کارهایی که میخوان انجام بدن میرفتن بیروت. ولی یه دفعه دیدیم که اینجوری شد و بعد از اون جنگ ها به این بدبختی گرفتار شده. میگه عراق، هادی آمری رهبر ائتلاف انتخاباتی فتح، یا حالا ممکنه فتح هم باشه ولی فکر کنم فتح، و دبیرکل سازمان نظامی سیاسی بدر روز سه‌شنبه و در پاسخ به درخواست مقتدا صدر برای تغییر دولت اعلام کرد با هدف تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی آماده همکاری با جریان سایرون است. نمیدونم جریان سایرون یعنی چی. شهرهای مختلف عراق در یک ماه اخیر صحنه تظاهرات گسترده شهروندانی است که نظام سیاسی حاکم بر این کشور را بیکفایت میخونند. یه جورایی هم اعتراض به دخالت حکومت ایران در به اصطلاح عراق و حکومت عراق است. خلاصه میگه که اونجا هم اینجوری و حالا ببینیم چه خواهد شد. اسرائیل هم که نتانیاهو نتونست دولت تشکیل بده و موندن، و دموکرات ها شهادت این سرهنگ وینمن رو که من به شما گفتم در کنگره را شدیداً نگران کننده خواندن. البته یکی به این دموکرات ها هم بگه شما هر روز یه اتفاق جدیدی که میفتین میگین دیگه دتسید، این دیگه آخرینشه، ترامپ دیگه نابود شد، یعنی درست شده مثل ماجرا. برای آقای دکتر بهار دیروز نوشتم که آقای بهار نوشته بود نمیدونم علی جوانمردی چنین گفت سپاه. گفتم آقای بهار، شما در 40 سال گذشته چند بار خوندید شنیدید که سپاه از بین رفت، خامنه ای چمدونش برداشته مثل شاه فرار کنه، اسباش و قاطراش کرده تو هواپیما، خودش هم میخواد بره، و والا بلا شدیم چوپان دروغگو. نکنید این کار. حالا دموکرات ها اینجا همینه، دموکرات ها شهادت سرهنگ وینمن در کنگره را شدیدن نگران کننده خواندند. در پی حضور سرهنگ الکساندر وینمن، کارشناس عالی رتبه مسائل اوکراین در کمیته امنیت ملی آمریکا، در کنگره برای شهادت درباره تماس تلفنی دونالد ترامپ و رئیس جمهور اوکراین، نمایندگان دموکرات اظهارات او را شدیداً نگران کننده خواندند و همزمان تصمیم وی برای حضور در مجلس را ستودند. سرهنگ وینمن اولین نفر از کارکنان کاخ سفید است که برای توزیع پیرامون مکالمه تلفنی بحث برانگیز 25 ژوئیه در کنگره حاضر می شود. وی به نمایندگان گفته است که پس از گوش دادن به تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین به دلیل نگرانی زیاد از محتوای رد و بدل شده به وکیل کاخ سفید تماس گرفته است. چون یکی از سوالها این بود که چرا گزارش نداده. بله، میگه که چقدر این آقای شنبه‌زاده پیر شده. خب توی اونها ریشش رو میتراشیده، الان چند سال گذشته از اون ویدیوها. بعد اینه دیگه، بنده هم اگر حالا ما که دیگه هم بالا و همه چی ابروامون دیگه داره سفید میشه، اگه 4 روز ریش نزنم اصلا خودم از قیافه خودم بیزار میشم. بمانم میگن که درست آقای سوربی، معلم فقه روی مغز من خیلی اثر گذاشت، بس که هی میگفت محمد چند تا جنگ کرد و چند تا زن گرفت، حالا من کلافه شدم. میگه که خوش به حال شما ایرانیان که با کوچ از ایران به آمریکا یهوی جوان شدی. منظورتون کیه خانم؟ ما کجا جوان شدیم؟ گفت موی سفیدم حکایت میکند از به اصطلاح رنجی که بردم، یه همچیزی. خب ببینیم که نیویورک دیلی استریت بولت شوتینگ اف تو انوایسی تینز لینک تو بیف بیتوین رایوال گنگ. بله، این استریت بولت یعنی تیری که اصلا از این ور اونور میاد. وقتا میگفتم قضا از آسمون، این دیروز یه هواپیمایی بالای نیوجرسی
یه دفعه فیلمم کسی نگرفته، فیلمش مال این. میدونید این روزا همه خونه ها دوربین دارن، اداره اینا، و وقتی اتفاق میفته طرف میره نگاه میکنه، بعد به یکی از این خبرنگاری ها، به خبرگزاری ها تماس میگیره. خلاصه معلومه که دوربین سکیوریتی، ولی نشون میده که هواپیمای اینجوری به اصطلاح با سر داره میره پایین. و یکی از هواپیمای سسنا میگن، هواپیمای خوب هست که با وجود که هواپیمای کوچیکی هست ولی مورد ریلایبل هست، یعنی قابل اعتماده. خلاصه میفته خونه این، اون آتیش میگیره، میگم حالا فکرش بکنی شما نشستی، درخت میفته رو سیم برق، سیم برق جرقه میزنه، کالیفرنیا آتش میگیره. از این ور نشستی تو خونه، هواپیما میاد رو سرت آتیش میگیره. در راجع به آرنولد شوارزنگر، شاید فراموش کردم داستان رو همش بگم، وقتی آوردنش تو برنامه گفت وقتی که من فرماندار کالیفرنیا بودم، گفت یه روز 500 جای کالیفرنیا در آتش میسوخت و من شب تا صبح خوابم نبرد. شب صبح به مجرد اینکه به اصطلاح اداره پلیس و اینا زنگ زدم به این مسئولین که الان چند تا آتش سوزی داریم، گفتن شده 2000 تا. و میگفت یعنی این همینه دیگه. بالاخره سعید میگه، میگه فصلهای کالیفرنیا 4 فصله، زلزله، آتش، یکی دوتای دیگه‌ش هم بگید یادم رفته. اینم از این. آقای مانی قرسندی هم اینجاست، سلام میکنم. خانم بهیه جیلانی هم اینجاست، باز با خانم بهیه جیلانی تماس گرفتم که اگر امکان داره امروز با ما باشن. گفتن که تا از سر کار بیام و اینها دیر میشه و نمیرسم. ایشون گفتن شنبه یا یک شنبه من تلاش خودم رو میکنم، ولی شنبه و یک شنبه ها معمولا من کار میکنم و بیرون هستم. ما همه چیزمون برعکس مردم دنیاست. گفت ملا نصرالدین مدرسه نمیرفت، روزی هم که میرفت جمعه بود. یا راجع به شطور میگن که میگن چرا اینجوریه، میگه من چه چیزیم شبیه دیگرانه. و ما هم ویکند هم کار میکنیم، ولی ویکند کار کمتر، شنبه و یه شنبه بیشتر کار میکنیم. حالا اگه بتونیم و برنامه نباشه و چیز کنیم، خوشحال میشیم که در خدمت خانم جیلانی باشیم تا با ایشون هم صحبتی داشته باشیم در باره مسائل و اوضاع ایران و دنیا. خب باز برمیگردیم به این فایل یا پوشه خودمون و ببینیم که بله چه میگذره اینجا. اینجا ببینم دوستان اگر نه، به نظر میرسه که امروز اونجا مینویسه. بله میگن که الان پاریس بیروت اروپا شده با لچک و حجاب. والا اومدم 3-4 سال پیش اومدم پاریس، چند ماه پیش آلمان، چند ماه پیش ترکیه، و دیدم اصلا حالا ما خودمونم هم همسایه عربا هستیم، ولی خیلی بد شد. مثلا تو این ویسبادن آلمان یا تو همون فرانسه، تو فرانسه که شما یه مشکلی دیگه هم دارید به نام این جیپسیایی که از اروپا میان اونجا، حالا از کشورهای دیگه میان تو خیابون دوشک انداخته میخوابه پشت در مغازه ها، و چقدر بچه دارن و چجوری دولت فرانسه یا شهرداری پاریس نمیتونه اینا رو کنترل کنه. خب دیگه وقتی که شطور بود به قاز، خر قیمت واقعی ندارد. وقتی پاریس و واشنگتن، واشنگتن من پریروز اونجا بودم، دیدم یه پیرمرد یک چادری زده اصلا برای خودش روی چمن، میدونید چمن و اینا پابلیکه، عمومیه، و طرف میگه آقا این یه قسمتش هم منم دیگه، هیچ کارشون هم نمیتونم بکنم. بله این هم از این ماجرا. و بله دیدم که واقعا چیز اروپا، اون قسمت ترکیه، البته ازمیر خیلی بهتر بود، ترکیه اون استانبول و اینا خیلی شلوغ، خیلی از این روپوشی ها، و همجور که بهتون گفتم تعداد مساجد هم که دیگه از شمارش بیرون هست بمانند. یه دوستی هم پتیک برای من نوشت، نوشت که آقا یک معلمی برای که سر کلاس، شاید هم گفتم حالا باز دوباره میگم، گفت سر کلاس برای که بچه ها بشینن مشغول باشن و این کارهای خودش انجام بده، هر وقت یه همچین صحبتی میشه یاد آقای خورسندی میفتم.
یه سری خورسندی های بودن توی شیراز، اینا پارچه فروشی داشتن، بعدم بهشون میگفتن جدیدی و میگفتن یعنی اینا قبلا کلیمی بودن حالا چیز شدن. اینا یکیشون معلم ما بود در هنرستان، آقای خورسندی، خیلی تنبل بود و من اصلا دلیلی که معلم شدم شاید به خاطر تنبلی اون بود، چون من رسم فنی بلد بودم، به من گفت ای چه خوب شما بیا وایس و درس بده، و خودش می نشست. بچه ها می گفتن این حساب و کتاب بزازی داداشش رو داره، چون شریک با داداشش و اینجا می شینه حساب و کتاب، یادتونه دفترچه های مال بزازی ها بقالی ها اینا می نوشتن اینها. و این جوکی نه، حقیقتی که پتیک برای من گفت، من یاد آقای خورسندی انداخت که معلمه چون کار داشته به بچه ها میگه از 1 تا 100 رو بنویسید و با هم جمع کنید حاصلش رو من بگید. نگاه میکنه بعد از چند دقیقه میبینی یک بچه ای نشسته هیچ کاری نمیکنه، اونایی دیگه سرشون اینجوری دارن جمع میزنن. میگه که چی شد؟ میگه من تموم شدم. بعد میگه چجوری؟ میگه بله، از 1 تا 100 شما اگه جمع کنی میشه 50-50، یعنی 5050. میگه درسته، ولی چجوری این کار کردی؟ پتیک از من پرسید خب حالا تو که معلم بودی بگو ببینیم چجوری. گفتم آقا ما اگه چیزی هم بلد بودیم 40-50 سال پیش، الان دیگه یادمون رفته، از بس با دوستان سر کله زدیم، ولی نمیدونم چجوری. برام توضیح داد، گفت این شاگرده از 1 تا 100 می‌نویسه، از اون ورم از 100 تا 1 می‌نویسه، بعد می‌بینه تمام اینها حاصلشون میشه 101 101 101، بعد می‌بینه 101 ضرب در 100 میشه 10100، تقسیم بر 2 میکنه و میشه 5050. حالا اینو امتحان نکردم ببینم درسته یا نه. میگه که آقای بها ابهری دوستمون که یک برنامه هم در تلویزیون مردم داشت، حتما اسم ایشون رو تایپ کنید برنامه رو ببینید، نوشتن که ممکنه شما ندونید ولی فکر کنم لچک تحقیر کردن روسری است، و اگر منظورتان تحقیر کردن کسار دیگر باشه، این خودش مشکل بزرگی نیست. این سوالیه یا به اصطلاح خبریه، استیتمنت یا کوئسشن. ببینید من نمیدونم، ما حتی مثلا میگفتن درست میگی شما، وقتی به یک کسی میخواستن توهین کنن میگفتن آقا برو خونه بشین لچک سر کن، ولی از اون طرف هم مثلا میگفت خانمه آمده لچک هم سرش بوده. نمیدونم این ریشه لچک و روسری و اینها، ولی من یه حقیقت رو میگم و شما میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. خود منم که اول گفتم، مخصوصا من چون از شیراز هستم، ما با جنوب و عربا و بندرعباس و خوزستان و اینها بیشتر هستیم، ولی این چیزی که در ویسبادن من دیدم، این چیزی که این دفعه در فرانکفورت دیدم، این چیزی که در ترکیه دیدم، یه جای کار لنگه. ببینید آقا اگر اینا هنوزم تو قرن 21 میخوان این روسری و لباس و اینا رو بپوشن، خب این با اون زمانه بوده، اصلا دلیلش هم گرد و خاک بوده، مریضی بوده، خودشون میگن، خودشون بودن میگن مردا خودشون رو نمیتونستن کنترل کنن، مجبور بوده این خودش بپوشونه، به هر دلیلی بوده، الان یه سری از اونا رفته ولی رهبرای اینا حاضر نیستن اینا عوض کنن. خب هنوز هم میدونید توی مسیحی ها، توی کلیمی ها، یه جایشون شما وقتی میری اینا بدون روسری و بدون پوشش اصلا به شما هم اجازه نمیدن بیا. من یه مراسمی بود فیلم برداری از عروسی هندیا، و چون توی تمپلشون بود، توی محفلشون بود، وقتی میری شما یه سری لچک یا روسری گذاشتن. من فکر کنم لچک رو به این چیزایی که سه گوش بود میگفتن لچک. حالا شما میتونید توی چیز بزنی ببینید جنبه به اصطلاح داونز چی میگن، لوک داون نمیدونم چیزی، یعنی تحقیر داره یا نه، اونجا مجبور میکنن که یه چیز شما بپوشی رو سرت، بعد اجازه هم نداری با کفش بری، کفشتو در میاری دم در میری، میگه آقا نمیخوای نیای، نمیخوای بگو آقا من اینجا فیلم برداری نمیکنم. همونجوری که من یه بار استخدام شده بودم برای فیلم برداری از عروسی دوتا گی، دوتا همجنسگرا، طرف به من گفت که برای شما مسئله نیست، گفتم نه، گفت چون به چند نفر دیگه گفتم، گفتن ما نمیریم، گفتم نه دیگه، وقتی تو کلیسا
کلیسایی که میگه باید اینا سنگ بارون بشن دارن عقدشون میکنن، من کی باشم؟ به قول اون پاپ فرانسیس که گفته بود ما کی باشیم که دیگران رو قضاوت کنیم. ولی نمیدونم اگه کسی میره کنار دریا اونجا نمیدونم جزیره لختیان از اون ور این آقا میاد خودش شورت پوشیده ولی زنش از سر تا پا پوشیده تو اون گرما مشکی، به نظر من یه اشکالی تو دین اینها هست. و یه شعر خیلی قشنگی هست الان یادم نیست که میگه مسلمون کیه، میگه مسلمون باید این باشه اون باشه، طرف میگه این چیزایی که گفتی در شهر ما فقط یه نفر هست که اونم ارمنیه. این شعر رو بلدید شما؟ پیداش کنید، خیلی قشنگ. بعد خانم تنازی به شما جواب میده، میگه لچک اصلا تحقیر نیست بلکه واژه‌ای در ایران کهن است و تحقیری استفاده کردن از لچک بعدها مورد استفاده قرار گرفته. خب اگر پلورالیسم و دموکراسی راه نجات ایران است، باید از خودمان شروع کنیم، نه فقط در یهودیت و مسیحیت بلکه در آتشکده های یزد و کرمان هم نمیشه بدون روسری وارد شد. من یزد رفتم، اینی که من میگم این هندیا یه سری از چیزم جلو و میگه مردا هم باید روسری بپوشن و من عکسشم دارم، تا اون روسری سگوش رو ندادن، ما مثل بناها نبستیم سرمون، اجازه ندادن اصلا از طبقه پایین بریم بالا، چون بالا محفل بود پایین دستشویی و آشپزخونه و اینهاشون بود. در صورت بله، اینه که شما میگید باید از خودمون شروع کنیم کاملا درسته. من با آقای بها عفری اون دفعه پیشنهاد کردم، حالا که دیگه شما سختی اولین برنامه و اولین قدم رو پیش گذاشتن کشیدی، بیا و به مردم و به دوستان بیننده این چیزایی رو که خودت بلدی یا به نظرت میرسه درسته به مردم بگو، بذار اونها هم از نظرات شما آگاه بشن. شما میدونید یه دلیلی که به من و شما پیشنهاد میکنن کتاب بخونید چیه؟ میگن شما کتابی رو که یه نفر 50 سال پیش نوشته، 100 سال پیش نوشته، شما اون موقع نبودی، تجربه نداری، با خوندن اینها اینا بهت منتقل میشه. و ما متاسفانه، من مخصوصا خیلی تنبلم برای کتاب خوندن، ولی اقلا از لحاظ ویدیو و تماشا و این چیزا وقت میذارم یه سری چیزایی رو یاد بگیرم. خیلی این چیزای آیا میدانید رو دوست دارم، Did you know؟ یا آیا میدونستید؟ یا آیا میدونید؟ اینا خیلی چیزای جالبه. بله، در واتیکان هم باید پوشیده باشن. من یادمه یکی از دوستان ما رفته بود ایتالیا و این خانم مینی جوب پاش بوده، وقتی خواسته بود بره بهش گفتونن که نه نمیشه، مجبور شده بوده مینی جوبش بکشه پایین تر. در صورت اینم از این ماجرا. بله، این چیزای مذهبی میگه این قانون ماست، نمیخوای نه آقا، اینجا باید کفش بپوشی، اینجا باید کفش نپوشی، اینجا باید روسری بپوشی، اینجا باید روسری نپوشی و الی آخر. احتمالا جایی هم که سونا هست، جایی که استخر لختیا هست، مثلا تو آلمان ما وقت شنا میکنیم حتما باید کلا میذاشتیم، کلاهای نازکی هست که میکنی سرت که موهای کلت نریزه اونجا و اینا، ولی اینجا آمریکایی‌ها قربونش برن مثل خر با این. ببینیم کیه از همین تلفن ها. Yes. Erica, please remove my number and name. آه. باور کنید من این دو نات کال لیست رو رجیستر کردم، این شماره تلفن رو، روزی نیست که حداقل 20 تا تلفن از همین تلفن هم. این یکی اسپیشالیست نمیدونم کوفته، اون یکی هر چی هم میگی بابا شماره منو بردارید، دوباره یکی دیگه میاد، از یه جای دیگه میاد، چه باید کرد نمیدونم. یه کاری میشه انجام ده. یه شماره گوگل بگیرید، گوگل یه آپشنی داره که میگه طرف باید اسمش رو بگه. مثلا من زنگ میزنم به آقای بها عبهری، میگه اسمت رو بگو، من میگم سوربی، بعد اون میگه به اون میگه که سوربی میخواد زنگ بزنه، قبول داری؟ میگه بله، میاد داخل. اگه گفتم اونی که فروشنده است که تا این میاد قطع میکنه میره،
فکر کنم منم مجبور میشم یه گوگل وایسی بذارم رو این، یا اون شماره تلفنی که 202-695 الان میبینید 695-2573 اینو برای این کار بذارم که وقتی میاد این به صورت فیلتره، به صورت منشی مجازی است. یادتونه تو کارخونه ها، تو اداره هم دیدیم طرف زنگ میزنه، منشیه میگه که کی داره صحبت میکنه، مثلا میگه جان اسمیت، اون مرده از اونجا میگه نیستم، بعد اینم میگه ایشون نیستن، میتونم براشون پیام بگیرم. حالا ما که پول نداریم منشی بگیریم، این کار رو انجام میده. آقای فرزاد نیساری میگه لچک رو پوش موی سر زنانه است که پوشش آن در آتشکده برای عدم ریزش مو در آتشکده بوده، از آنجا که زنان گیسوی بلند دارند به جای کلاه از دستمال لچک استفاده می کنند و هیچ جنبه مذهبی همچون در اسلام و مسیحیت و یهودیت ندارند، از آتشکده که بیرون آمدی لچک را می توانی برداری. اتفاقا این زرتشتی ها خانماشون یک لباسای رنگی و بیشتر عکس گل و اینها میپوشن که اصلا آدم کیف میکنه وقتی مثلا خانمه رو میبینی، مسنم هست ولی این لباس ها رو میبینی خود به خود توی وجودت یه شادی و یه نیروی درست میشه. حالا چرا این دین مثلا اسلام بیشتر رو مشکی تکیه میکنه من نمیدونم، اونم در گرمای عربستان سعودی که میدونی نور رنگ مشکی نور بیشتر و گرمای بیشتر جذب میکنه، او باید چجوره آقای سفید میپوشه که آفتاب پوستشو نسوزونه نورم داخل نره، ولی این زن بیچاره باید مشکی از سر تا پا بپوشه. اگه کسی مایل هست میتونه درباره حجاب صحبت کنه یا تماس تلفنی بگیره و پیام بذاره تا من پیامش رو پخش کنم. یه دوستی برای من یه عکسی فرستاده بود، شما حتما منوچهر سخایی خواننده رو یادتونه، به نظر من صدای خوبی نداشت ولی بالاخره حالا یا با پارتی بازی یا هرچی تونسته بود آهنگساز و نمیدونم خواننده و تو رادیو و تلویزیون اینا، چون شما میدونید خیلی خواننده های خوب بودن که رادیو تلویزیون راهشون نمیداد و اینا حالا یا به عنوان خواننده های ممنوع بودن یا به عنوان خواننده های کوچه و بازار، ولی این آقا تونسته بود و آمده بود چند تا آهنگ هم خونده بود، معروفترینش همون کلاغا بود، غروبا که میشه روشن چراغا، نمیدونم میان از مدرسه با هم کلاغا و فلان اینها. و این من شنیده بودم که یک برادری داشته که میگفتن سرهنگ بوده، البته اونم سرگرد بوده، و این دوست ما از کانادا عکس این رو فرستاده که افرادی مثل شعبان بیمخ بعد از کودتای به اصطلاح 28 مرداد 1332 اینجوری مردم رو قلقم کردن. بذارید ببینم من میتونم پیدا کنم اینا رو بهتون نشون بدم، عکس ها رو 98 بله این بله این میجر محمود سخایی، همون فکر کنم میجر میشه سرگرد، من اینجا بیارم توی پلیر دو این عکس موقعی که این بنده خدا سری داشته و سامان، و اما این عکس موقعی که شعبون بیمخ ها و افراد دیگه ایشون رو میکشن و به این روز فجی میبینید که در تابوت ازش عکس گرفتن، و یک نوشته ای هم هست که ای کاش گفته بودم که این نوشته از کتاب چی هست و اینها، که این هم توضیح میده که به اصطلاح what happened in the afternoon of coup was slaughtering. Slaughtering یعنی قصابی کردن، سلاخی کردن. The special agent of Mossadegh in Kerman. این توی کرمان همینجور شده. In the Wednesday afternoon of August 15, 1953 while this slogan of long live مصدق، و موقعی که زنده باد مصدق و مرگ بر شاه میگفتن عوض شد تو زنده باد شاه و مرگ بر مصدق. some of مصدق's opponent in کرمان میگه بعضی از اونها که مخالفین مصدق بودن در کرمان، who were مظفر بقائی's advocate
went to the police office to attack major. بله میگه که اونایی که به اصطلاح دنبال روی مظفر بقایی بودن و اینها رفتن تو اداره پلیس و حمله کردن به این آقا because he was one of the loyal advocates of مصدق و بالاخره خجالت آوره. میگه لباس همه آنها سیاه بود، از مغان زرتشتی لباس سپید را کپی کردند که به مردان خود عبودیت بدهند، چون اسلام مذهب مردان بر علیه زنان است. جذب مجاهدین شد جزو 6 و 8 بود. بله بله، من اتفاقا اینجا یه بار از همین برنامه‌ای که اون موقع بهتون گفتم آقای فیلابی چپ و راست از ما سوء استفاده یا از استفاده میکرد، مجانی میبردیم ورور، یه دفعه ما رو دعوت کردن که بریم در برنامه مجاهدین در کانونشن اینجا، و وقتی رفتم اون آقای سعید محمدی خواننده بود که میگفتن دوست پسر فرخزاد بوده و اون میگفت برادرش به خاطر فرخزاد کشته شده، همین آقای منوچهر سخایی بود که خیلی هم به ما ابراز محبت و بغل کرد و گفت نمیدونم تنها مرد تلویزیونای ایرانی تو هستی و اینها، و اونجا دیدم ایشون آمده بود جز مجاهدین، و اتفاقا دوستانی که از مجاهدین جدا شدن توضیح داده بودند که رجوی درباره این خواننده ها چی میگفته. میگفته اینا یه مش مفتخورن ولی ما باید شکم اینها رو سیر کنیم تا از بلنگوی اینها استفاده کنیم. یکی دیگه شنم آقای امیر آرام بود اگه اشتباه نکنم، قد بلندی داشت، همیشه حالت مریض حال داشت، نمیدونم اگه کسی ایشون رو میشناسه حال احوالش چطوره، و دیگه اینها رو ندیدم. من سخایی که فوت شد، امیر آرام و اون آقای مسعود سعید محمدی رو من دیگه ندیدم چون تو برنامه اینها نرفتم، ولی ما هم چند سالی این تجربه به اصطلاح سواری دادن مجانی به مجاهدین رو از صدقه سر آقای فیلابی تجربه کردیم و بودیم. عارف، عارف هم مجاهد بود؟ نه، من با عارف یه بار صحبت کردم موقعی که داماد دکتر میرقهاری بود فکر کنم موقع، یا دکتر اکبر قهاری، یادم رفته، قبل از اینکه اون خانم دکتر رو طلاق بده و اون خانم جوانتر رو بگیره، با عارف صحبت کردم. من فکر نمی کنم عارف با مجاهدین بوده. بعضی از این خواننده‌ها وقتی تماس میگیرن برنامه میذارن، طرف نمیدونه کجا میره، بعد که میره میبینه که مثلا این مجاهدین بوده و اینها، ولی من نمیدونم. مرضیه که اصلا رفت با اونا زندگی میکرد و تا همونجا به اصطلاح فوت شد و رفت. در هر صورت اینا هم به عنوان یه شخص حق دارن که به اصطلاح طرفدار و پیرو یک حزب و اینها باشن. متاسفانه ما حزب درستی تا حالا نداشتیم، جبهه درستی تا حالا نداشتیم و جنبش درستی تا حالا نداشتیم. کی میدونه، شاید اگه داشتیم من و شما هم عضوش میشدیم. بهتون گفتم سال 2001 وقتی که من با تلویزیون های ایرانی شروع کردم و اینها، گفتم خب ما هم بریم ببینیم کی کجا کی به چیه. رفتیم دیدیم خب از همه اینا بهتر جبهه ملی ایرانه که میگه ما کاری به شما نداریم از لحاظ سیاسی، ولی هدفمون اینه، آزادی، دموکراسی اینها. وقتی رفتیم دیدیم ای وا ویلا، این جبهه هم از دور دل میبره و از نزدیک زهره. میگه برای مجاهدین میخوان، حق ندارن. من نمیدونم شما چرا میگید حق ندارن، یعنی چون خواننده هستن حق ندارن مثلا مجاهد باشن؟ اینجا طرف هنرپیشه است، ریپابلیکنه، طرف خواننده است، دموکراته، و میاد نظرات خودشو میگه. البته بعضی هاشون هم ضررهای گزافی بابت همون نظر دادن و در میون گذاشتن نظراتشون با طرفدارانشون پرداخت میکنن. این کاغذ برنامه امروز رو بفرستیم اینجا، کم کم برنامه رو به پایان میرسونیم، 9 دقیقه دیگه، و همونجوری که بهتون گفتم شما هم اگه مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ببینید خانم جیلانی، شما میگید هنرمند باید با مردم باشه و نه با گروه های ضد مردمی. اون موقعی که اون بند خدا رفته با مجاهدین فکر کرده اینا از مردم هم.
بعد وقتی جذبشون شده، جلبشون شده، عضوشون شده، باهاشون این بر اون بر رفته، دیگه ما نمیدونیم تو سر این چی میگذشته. دیگه نه راه پس نه راه پیش. اون صمد خیلی قشنگ میگفت، میگو نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. چند مدت پیش به یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتم باور کنی اگر اینایی که آمریکا هستن، خارج هستن، بهشون بگی آقا تو حاضری برگردی ایران، همون زندگی خونه و نمیدونم پدر و مادر و اینها، آقا همه ول میکنن میرن، موندیم دیگه راهی نداریم، دیگه حالا پیر شدیم، مثل اینایی که با سازمان مجاهدین موندن، شما اینا رو اگه بیاری بیرون، اینا بلد نیستن برای خودشون جوراب بخرن، برای خودشون آشپزی کنن، برای خودشون وسیله بخرن، دو کلمه حرف بزنن. و اتفاقا تنها راه نجاتشون اینه که اینا اگه جدا شدن از سازمان مجاهدین برگردن برن ایران در دامان خانواده، دوستان. و چرا اونا اینا رو با همون سن و سالی که رفتن اونجوری میبینن، اینا رو به صورت یک جوان تازه نمیدونم چی میگن بالغ شده و شور و هیجان رفته، حالا که میاد اونا قبولش میکنن، ولی جامعه نمیتونه قبولش کنه، برای اینکه جامعه تو آمریکا میگن life is not fair، یعنی زندگی عادلانه نیست، ولی خانواده ها هر چقدر هم که نخوان باز عادلانه هستن، اینا رو چیز میکنن. بله ایشون میگن که هنرمند دارای معنی است، فقط در ایران هنرمند دولتی وجود دارد. نه خانم، همینجا شما بیاد ببینین این هنرمندایی که طرفدار ترامپ هستن، اینا حالا اینجا که ما دولت را هم میتونیم از این شخص جدا کنیم، ولی هستن و متاسفم که اینجوری هست. من یادمه تو ارتش ایران به ما میگفتن شما وقتی تو ارتش هستی نمیتونید رأی بدید، دلیلشون هم درست بود، برای که شما اگه رأی بدی رفتی تو خیابون دموکرات ها دارن تظاهرات میکنن، شما ریپابلیک باشی بهشون شلیک میکنی، این احساسات. ولی اگه از روز اول همینجوری که خانم جیلانی میگه یاد گرفته باشی که تو کاری به این پارتی، کاری به این حزب بازی ها نداشته باشی، اون موقع وای میسی فقط مسئول نظم و آرامش و امنیت هستی. در هر صورت از همدیگه چی یاد میگیریم؟ ممنون و متشکرم که اگر با من اختلافی هم دارید خیلی دوستانه بتونیم اختلافات رو با هم در میون بذاریم، شاید من از شما یاد بگیرم، شاید چیزایی رو که من و دوستان میگن یک جرقه ای در مغز شما بزنه و ایجاد کنه و بگین اه ممکنه اینها درست بگن و بریم دنبالش. فرهنگ فرهی که همین یکی دو هفته پیش درگذشت از نزدیک با مرضیه حرف زده بود و همه شنیده ها را با خودش برد. خب این چه فایده؟ رفته حرف زده نگفته. اولا متاسفانه تو ایران این خیلی رسمه، به هر هنرمندی شما صحبت میکنی میگه من شاگرد حسن صبا بودم، نمیدونم این بودم استاد صبا بودم و این بودم و اون بودم، یه سری اسم افرادی رو که مردن و دیگه زبون ندارن به شما بگن آقا این دروغ میگه، یا اگرم بوده شاگرد خرفی بوده مثل سوربی انداختمش بیرون. این ماجرای این صحبتایی که آقا من یه مصاحبه کردم ولی حالا نمیگم، خب حالا نمیگم تا اون بمیره، اون که مرد شما هر چی بگی مردم بهت اطمینان نمیکنن. حالا این یکی که خودش هم مرد، درباره این آقای فرهنگ فرعی حرفای بسیار زیادی هست، از جمله خودسوزی پسرش و ماجرای ایشون با هم با عروسش. متاسفانه اشکال اینه که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. خدا رحمت کنه رفتگان رو و خدا من و شما رو هم بیامرزه. قبل از اینکه ما رو بیامرزه، امیدوارم اگر خدایی هست، طبیعتی هست، نظم و ارتباطی هست، من و شما رو تبدیل کنه به آدمای خوب و انسانهای بهتری. باز یکی دوتا براتون بخونم. گفت که آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ما آید که تو را دست خدا بسپارم. دلم نمیاد برم، هی میگم 3:15 فلان، ولی ولکن ماجرا نیستیم. اهداف و برنامه های رژیم براندازان ایرانی کدام است؟ نه شعاری. این آقای آریانپور نوشته، اگه خواستید
برای من یه ایمیل بزنید براتون میفرستم. مقاله نسبتاً طولانی هست. و اما بیایم ببینیم که حالا اینجا برای شما چی گذاشتیم که دم آمده باشه. روز جهانی کوروش، کوروش بزرگ فرخنده بار. هیچ کدوم از شما از خودتون سوال میکنید که چرا ما در زمان شاه که اینقدر دنبال 2500 سال پادشاهی بود و اینا هیچ وقت روزی به نام روز کوروش نشنیدیم، نداشتیم؟ هفتم آبان هم اگه بوده خوب روز خوبی بوده، تازه رفتیم مدرسه، حالا دنبال تعطیلی میگردیم. آقا تعطیل کنن بریم دنبال کوروش بگردیم. یک ویدیویی رو من دربارش صحبت کردم، مصاحبه‌ای که آقای لادن با خانم سیمین تهرانی که اسم خودشون عوض کردن، اونم مثل من گذاشته زینا تهرانی، انجام دادن. و این مصاحبه، بذارید ببینم که مصاحبه جالبیه، من میتونم بگم دو بار بهش گوش دادم تا بیشتر بفهمم که توی مرز این شاهولایی ها چی هست. چگونه شما در انقلاب شرکت داشتید ولی با ملاها نبودید؟ اینو حتما ببینید. من همین الان لینکش رو روی فیسبوک میذارم، شما اگه خواستید. این ویدیوی جالبیه، مصاحبه جالبیه. و اینا نمیخوان قبول کنن که شاه اشتباه کرد، شاه اون حزب رستاخیز رو که ساخت درست تیشه‌ای بود که به ریشه خودش زد. این رو من گذاشتم اینجا برای شما و روی مردمم، روی فیسبوک مردم تیوی هم بذارم، میبینید. هم عکس آقای اینجا هم براتون بذارم، گرچه ستا اینها میشه یکی، ولی دیگه ما احتیاط میکنیم. یه عکس خیلی خوبی هست، گفتم بهتون که ترامپ افتخار میکنه که نیروها رو میبره عربستان و عربستان پولش رو میده. در همین رابطه این عکس رو یا این کاریکاتور رو شما میتونید ببینید که بله، به جای کاغذ توالت اینجا یه دستگاهی که زبان عرب ها هست، بالاش یه دکمه هست که این دکمه رو پوش میده و این زبان عرب ها این ما تحت ترامپ رو لیست میزنه و تمیز میکنه. اینم از این ماجرای کاریکاتور امروز. و ببینم دیگه چیزی براتون گذاشتم یا نه. نه، اون عکس های سرگرد سخایی رو هم بهتون نشون دادم. بازم از اون دوستمون ممنونم که این رو برای ما فرستادن تا در برنامه بخونیم و به شما هم نشون بدیم یا شیر کنیم. و اما نتانیاهو گفته ایران در حال استقرار موشک‌های نقطه‌زن در یمن است. صحبت‌های نتانیاهو منو یاد کی میندازه؟ یاد کمپوزیسیون خودمون. چند بار تا حالا گفتن خامنه‌ای مرده، چند بار تا حالا گفتن جانشینش میاد فلان میکنه بیسار میکنه، چند بار تا حالا گفتن سپاه از بین رفت. این نتانیاهو چند بار تا حالا گفته ایران بمب اتم داره، چند بار تا حالا گفته بمب اتم میسازه فردا حاضر میشه، آخرش هم که خودش آورد مسخره کرد با اون یه شکل بمب مال قرن 19 هم 18 هم کشیده بود و فتیله براش گذاشته بود و اینها. حالا میگه نتانیاهو گفته ایران در حال استقرار موشک های در یمن برای هدف قرار دادن اسرائیل موشک مستقر میکنند. این قیافه نحس نتانیاهو رو هم شما ببینید. و متاسفم که هم کردها و هم مجاهدین دانسته یا نادانسته رفتن و زیر پرچم یک آدم نژاد پرست مذهبی و جنگ افروز چیز کردن. بله، میگه چون در دام سیاست‌های شاه نیفتاده بودیم، با جانشینش خمینی هم نبودیم. آها، این خیلی جالبه آقای نیساری، اگه شما اون مصاحبه رو گذاشتم نگاه کنید، چگونه شما در انقلاب شرکت کردید ولی با ملا نبودید.
این شاه و لایا مثل بوش احمق میگفت شما یا با من دوستی یا با من دشمنی. هر کی میگه آقا من اصلا شما رو نمیشناسم، باید وقتی میخوای با یکی دوست باشی بشناسی. آقا من شما رو نمیشناسم، وقتی نمیشناسم باید نمیتونم دشمن باشم، این حالیش نبود و دنیا رو بوش به این روز انداخت. این شاه و لایا تو کالیفرنیا نشستن همین جوری دور و بر خودشون تو محافل بسته برای خودشون جاوید شاه جاوید شاه میگن. کسی که سالها مرد، 60 ساله بود شاه مرد، یعنی از بنایی که از صبح تا شب بنایی میکنه کارگری میکنه زودتر مرد. کسی که آب فقط با آب فیجی باشه بطری 10 دلار مرد. حالا میگن ایدز داشته، ما نمیدونیم گور پدر علم و اونایی که باهاش میرفتن خانم بازی و نمیدونم همجنس بازی و فلان، مال خودشون بوده، مال هر کس، مال هر کس رفت رفت به ماج. ولی میخوام بهتون بگم اینا برای خودشون یه جوی درست کردن تو کالیفرنیا که اصلا شما بوی تعفنش رو از واشنگتن هم متوجه میشی. و خود من با وجودی که به آقای لادن گفتم فکر خوبیه که آدم بره اونجا، بازم تعجب کردم که چگونه ایشون تونسته تحمل کنه اون جو رو. ولی بهشون تبریک میگم و من و شما باید مقاوم باشیم، بتونیم با اینها سر کله بزنیم. درسته که میگن نرود میخ آهنین در سنگ، ولی اگر بریم میخ درستش رو پیدا کنی، میخ بوتون یا میخای هست که وقتی میزنی شلیک میکنه با یه موادی، میخ رو با سرعت میفرسه حتی توی سنگ و الی آخر. بله خب، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه ششم آبان 28 اکتبر در کنفرانس مطبوعاتی با استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیت المقدس اورشلیم گفت ایران به دنبال توسعه تسلیحات و موشک‌های نقطه زنی است که قادر از هر هدفی را در خاورمیانه با دقت 5 تا 10 متر مورد هدف قرار دهد. نگاه کنید، مگه شما نمیگید ما ایرون دوم، ایرون دوم یعنی گنبد آهنی. میدونید که سالهاست اسرائیل ادعا میکنه ما روی اسرائیل گنبد آهنین داریم و هر کسی هر چیزی بیاد بخواد بزنه ما چی میگم دفاع میکنیم و میزنیم خراب میشه میریم. پس چرا اینقدر میترسی؟ برای که دروغ میگی، هم اونو دروغ میگی هم اینو دروغ میگی. چجوری از یه سنگ و تیر کمون این بچه های فلسطینی میترسی؟ این همه سرباز با ماشین و با توپ و تفنگ میفرستی سراغشون، برای که دروغ میگی، برای که خودتون آدم شالاتانی هستی، برای که خودتون آدم فاسدی هستی، برای که زنتون فاسده، پسرتون، دخترتون فاسده و دادگاهی دارید میشی. در هر صورت فاسد همه جا هست. و اما جنبش فیروزه‌ای و ققنوس و فرشگرد هم که باز به خاکستر نشست. یعنی شما انتظاری بیش از این داشتی آقای خوشنودی؟ ما از روز اولی که این آمده، حتی اون دوستمون نوشته خوب اسم یکی رو گذاشتن جنبش گذار و این هم نیز میگذره گذر و ببینیم چی میشه. در صورت دوستان عزیز ممنون و متشکرم از یک کاری که شما روز جمعه با شما هستیم از ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک، از ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا با دوستان از کانون آوا برنامه رو شروع میکنیم. 2 ساعت با اونها خواهیم بود، حالا اگه 2 ساعت هم کمتر باشه با ویدیو اینها 2 ساعت. بعد از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا نیویورک سوربی با مردم، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود، ساعت 4 هم ویدیوهای آقای حسن ارشاد از ایران. یک بار دیگه از شما خواهش میکنم اگر امکان داره از لحاظ مالی حمایت کنید تا مخارج کمی که اینجا هست روی دوش ما سنگینی نکنه. این حمایت شما باعث دلگرمی ما میشه که روز جمعه به جای 9 صبح 8 بیایم اینجا. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر و در تلویزیون مردم هر چه می‌خواهد دلتنگت بگو، چون از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم بوده و هست و خواهد بود. با امید دیدار شما جمعه.